سلام دوست عزیزم، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. امروز تصمیم دارم براتون یه سوپ خیلی خوشمزه و خیلی سریع درست کنم به اسم براکلی چدر. برای شروع باید اول پیازمون رو نگینی خرد کنیم، سیرمون رو له میکنیم، هویج رو از رنده درشت باید بگذرونیم، براکلی رو هم خرد میکنیم. من این قسمت رو خورد کردم برای اینکه فکرم ممکنه که بعضی ها ندونن، میخوام این یه تیکرم بهتون نشون بدم که باید چی کار بکنید. ببینید اینو بعد از اینکه میشورید و میذارید که آبش بره، همینطوری از کنار آروم آروم مثل اینکه دارین سبزی خورد میکنید اینطوری خوردش میکنید. البته اگه میخواین میتونین بذارین دونه های بزرگتری باشه که به نظر من باشه بهتره. برای شروع قابلمه‌مون رو روی حرارت زیاد میذاریم، کره رو میریزیم، حدود یکی دو قاشق هم روغن مایه اضافه میکنیم که کرهمون نسوزه. بعد الان باید پیازمون رو اضافه کنیم. یکم پیازمون رو تفت میدیم تا سبک بشه، یکم نه خیلی. همین اندازه که فقط یکم پیازمون در واقع گرم بشه. من الان یک دقیقه است که زیر اینو روشن کردم. الان سیرمون هم اضافه میکنیم. وقتی که بوی سیر در اومد باید توجه کنیم سیر داغ نمیخوایم بکنیم، فقط بوی سیر که در اومد. من فلفل قرمز تون دارم با نمک، اونم اضافه میکنم. بعد از اینکه هم زدم بلافاصله هویجمون رو اضافه میکنم. حدود 1 تا 2 دقیقه هم با هویج تفت میدیم. الان 1 دقیقه 2 دقیقه تقریبا گذشته، فقط همینقدر که هویجامون نرم بشن کافیه. الان آردیو که داشتیم اضافه میکنیم، 1-2 دقیقه هم با آرد تفت میدیم. فقط یادتون باشه باید مرتب هم بزنید. بعد از 1-2 دقیقه که آردمون هم تفت خورد، توی این من 4 لیوان آب مرغ میریزم. شما میتونین آب مرغ بریزین یا آب معمولی بریزین یا از این آب بریزین و قرص سوپ بریزین، دیگه هرچی که در دسترس دارین. من 4 لیوان توی این آب مرغ میریزم، درشو میذارم و منتظر میشم تا بجوشه. خب زیرش متوسط رو به بالا باشه، درشو میذاریم ولی از کنارش اونور نرین چون آرد داره ممکنه سر بره. 1-2 سال پیش من و همسرم یه رستوران رفتیم که سوپیو که برامون آوردن همین سوپی بود که الان من دارم درست میکنم. خیلی همسر من این سوپو دوست داشت. من انقدر این در اون در زدم و هی مزه‌های مختلف به این کم و زیاد کردم تا بالاخره تقریبا 100% مثل همون سوپ اون رستوران در اومد. الان اونم با شما دارم به اشتراک میذارم. امیدوارم که شما هم درست کنین همونقدر که ما دوست داریم شما هم دوست داشته باشین و یه غذایی باشه که توی خونتون هفته‌ای یا ماهی یک بار رو حداقل درست کنین. الان که سوپمون جوشیده درشو برمیدارم میذارم یه 3-4 دقیقه با در باز بجوشه با همون حرارت زیاد. 4-5 دقیقه گذشته، الان براکلیامون رو اضافه میکنیم. حالا میتونید زیرش رو کم بکنید.
34 دقیقه به این صورت میذاریم که بمونه. تا الان میتونین درش رو نصفه ببندی. اگه دیدین خیلی احتمالا غلیظه، میتونین یه کمی بهش آب یا آب مرغ هم اضافه بکنین. الان تقریبا 4-5 دقیقه گذشته و با حرارت کم سوپمون داره میپزه. همین اندازه برای ما کافیه. باز ما غذامون داره آماده میشه و سگمون صداش در اومد. الان من توی این زیرش کمه کم هست. الان من میخوام توش حدود یه پیمانه خامه بریزم. شما میتونید مثل من یه پیمانه خامه بریزین یا اینکه آبشو کمتر بریزین، به جای خامه شیر بریزین. اینجا یه چیزی هم هست به اسم هفن هف که تقریبا مثل شیر خیلی غلیظ هستش که با قهوه میخورن و اینا، میتونین از اونم استفاده بکنین. تقریبا یکی دو دقیقه هم اجازه میدیم با خامه بجوشه و بعد برمیگردیم ببینیم چی میشه. دو دقیقه گذشت. الان این سوپمون که داریم میبینید همینطوری که داره میجوشه و دیگه تمومه. باید خاموشش کنیم. من پنیر چدار دارم همینطوری که میبینین و به این شارپ چدار میگن اینجا. نمیدونم توی فارسی دیگه میشه چدار تند یا چطوری. اگه پیدا نکردید چدار معمولی هم میتونین استفاده کنین. دو پیمانه من اینجا دارم. ببینید یواش یواش میریزید و قاطی میکنین تا اونی که ریختین محو بشه. بعد دوباره یه مقدار دیگه میریزید. یه مقدارم من میذارم برای روی سوپ. دیگه سوپ ما آماده است. یه سوپ تقریبا غلیظ و بسیار خوشمزه. میریم که تست کنیم. همونطوری که دیدین در حدود نیم ساعت ما یه سوپ خیلی خوشمزه و مقوی درست کردیم. الان وقت این هست که امتحان کنیم و ببینیم که چطور هست. من به نیابت از شما امتحان میکنم. جای همگی هم خالی. به به. نکته اصلی این سوپ این هست که شما سبزیجات اینو مخصوصا براکلی رو لازم نیست که خیلی بپزین. باید زیر دندون بیاد. امیدوارم که درست بکنین و لذتشو ببرین. تا یه برنامه دیگه همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.